بگویم کتاب چهارم است که کتاب چهارم است و کتاب سوم است و اولین کتاب است که ما در شهر خود در لند چاپ کرده میره. این به نام پژواک حقایق در شعر طنز است. دیگه تنش ای به نام پژواک حقایق در شعر طنز است و ای در سال 2003-1388 هجری شمسی در اینجا چاپ شده و در یم من بعض یکان طنز هم دارم و اشعار میهنی هم است، دیگه اشعار عاشقانه هم است، اشعار انتقادی هم است و ای داخل 80 صفحه ای چاپ شده و این دیگه اولین کتابی بود، اصلا از مجموعه ما سومین مجموعه و اولین کتابی که در خارج از افغانستان چاپ کردیم و در سویدن چاپ کردیم و در شهر خود ما چاپ کردیم. یک شعر زیر ما براتون به عنوان نمونه میخوانم. عنوانش از نام وطن. وطن نامت به من زیبنده باشد، هوای دلکشت بالنده باشد، مقام و جایگاه مردمانت بگیتی تا ابد پاینده باشد، شعاع و نور خورشید جهانتاب بدشت و دره‌ات تابنده باشد، همیشه راد مردان دلیرت برای حفظ تو رزمنده باشد، هر آن کو می نخواهد اعتلایت الهی تا ابد شرمنده باشد، همیشه صلح خواهم من برایت که هر جوینده یابنده باشد، به قلب آسیا نام عزیزت الهی دایم و پاینده باشد، در خوشبختی و صلح و تعالی برویت باز و بکشاینده باشد، همینی هر نفس وصفت نماید، همینی هر نفس وصفت نماید، به نظم و شعر خود تا زنده باشد. و ایم کتاب چهارم هم است که در ایم داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت یوسف علیه السلام به شکل نظم درست کردیم. این به داخل مداخلش 65 صفحه است و از این چون داستان است به حساب و یک حساب قصه است و داستان است و این داستان ها رو کلی به شکل منظوم این است چه کردیم درست کردیم، دیگه از این چیزی نمیشه که برای شما میخوانیم، برزی که قصه ایست که از اول باید تا آخر خوانده شود. چی انگیزه باید شد که کتاب باشه؟ یک زمان در پاکستان بودم که یک کتابی از یک جای دستم آمد به نام شورای ثقافت، از چاپ شورای ثقافت اسلامی بود. بازدمی داستانهای پیغمبرا بود، کوتاه به اندازه های بسیار خلاص. بازم این دو داستان ها دیگه خوش کردم و میره گفتم اول فکر نمی کردم که اینقدر داستان ما مکمل بتانم، چون اوائل کار ما بود. بازم این کم کم کار کردم، اونجا یک دکانه که خورد داشتم، روز که در دکان میامد و میره قطعی میاوردم همه کتاب شد و قلم و یک پار شد در خانه. باز تا یکی که بالاخره هر دو داستان دیده شد و در دیگه داستان های دیگه پیغمبر ها دیگه نتونستم اقدام کنم، برای اینکه اونا کار زیاد داشتن. این کتاب پنجم هم است که مجموعه پنجم به نام درد وطن. این به نام درد وطن است و از نامش معلوم میشه که در این اشعار که است زیادتر درد مردم است و درد وطن است و از این گردوری ها و نابسامانی ها و بیعدالتی ها و همین چیزا بسیار زیاد است دهی و پشتی های زیم به شکل رنگ است.
و این اولین کتاب بود که ما در هالند چاپ کرده میره. چون همو ثقافت و ثقافت و همه گپش بسیار خوب بود، بعد از دیگه سه کتاب دیگره که بعدی چاپ کردیم کلش در چیز چاپ شده، در هالند چاپ شده. از بین ازی هم یک پارچه شعر برتون میخونم، یک دفعه انتخاب کنم که یک شعر است به نام زیر عنوان حال خراب. چون درد وطن از دیگه عنوانم به مو طرف میره. چرا چنین همه جا، چرا چنین همه باشند در عذاب اینجا؟ اینجا هدفم از افغانستان است. چرا چنین همه باشند در عذاب اینجا که در نواست زن و مرد و شیخ و شاب اینجا؟ چو در وطن همه کشتار و قتل انسان هاست، نمانده هیچ بجز بیم و استراب اینجا. به شش جهت همه جنگ است و چور و ویرانی، برای صلح همه بسته است باب اینجا. نه صلح هست نه آزادی و دموکراسی، شده است هر یکی آن بحر ما سراب اینجا. چه مدت است که از بحر صلح در جنگیم، به صلح صلح وطن می شود خراب اینجا. فضای امن بشد تنگ و روز بدتر شد، ز ظلم بیش همه پای در رکاب اینجا. یعنی همه گریزان هستن از وطن. ز سال هاست شگفایی وطن شنویم، ولی فسرده شدستی گل و گلاب اینجا. چرا چنین ز هدف دور می شویم هر روز، از آن که بیخبران گشته انتخاب اینجا. فقط بهانه بود انتخاب در وطنم، شده از بیشترین پست انتصاب اینجا. خیانت است و فساد است و خودسری همه جا، که هیچگاه نه سوال است و نه جواب اینجا. زهیج فهمی اینها شده است سال چند، که صلح می نشود هیچ دستیاب اینجا. همه دروغ و فریب است سر به سر با وطن، کتاب ظلم گذشته ز فصل و باب اینجا. به روز و شب همگی غرق بحر عصیانیم، که نیست هیچ به فکر کسی ثواب اینجا. به کشورم همه روز به نصیب نشد، ز هیچ دوره و از هیچ انقلاب اینجا. یکی دو نیست که آغشته در فساد بود، ز پای تا به سر آلوده است آب اینجا. چقدر کمک و امداد بیش از هر سو رسیده است، ولی حال ما خراب اینجا. بسیار عالی.